دیگه بس برفکوچ آمد یک تن دیوال ما را برد زخمی شد. یعنی میشه که یک برفکوچ از این نقطه کو گرفت. ما خودم همیجا آمدم به دست خود در بالای سرشان که خودم نجات دارم. سالنگ ها شاهراهی که تنها راه ارتباطی جنوب و شمال کشور است که روزانه از آن هزاران نفر عبور می کند. این شاهراه با اتفاقات زیادی که در دل خود دارد یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مسیرهای مواصلاتی کشور است و اهمیت اقتصادی فراوان دارد. قبل از اینکه ساختمان سالنگ شروع شود و به کار امارزی شروع شود، شاهرای افغانستان یک شاهرای خامی بود که از طریق کوتل شبر که میگنش از طریق بامیان دری غوربند بالاخره می آمد به دری شکاری، از دری شکاری به دوشی، از دوشی بالاخره ارتباط قائم می شد و پلخمری و می قسم شاهرای شمال افغانستان نمی ارتباط بود. بالاخره در سال 1334 حکومت وقتی که شوروی وقت بود یک قرارداد با افغانستان عقد کردن که در این قرارداد شاهرای سالنگ موجوده را شروع به کارش کردن. در اون زمان مسئولیت این نمی ساختمان به دوش سردار محمد داود خان صدر اعظم وقت بود که خود از چون یک انجینر بود علاقه من زیاد بر موضوعات ساختمان و خصوص در بخش شاهرای افغانستان داشت. بازی ها یک قماندانی به نام قماندانی عمومی قوای کار در افغانستان ایجاد شد. در اونجا عسکرهایی که بودن که غیر معرب می بودن در حدود تا 12,000 15,000 عسکرهای امو زمان اینا در صفوف قوای کار می آمدن. قوای کار هدفشان اینجا بود که چه قسم بدانن افغانستان از شبکی شاهرهایش ارتباط بتن. شروع شد به ساختمان اینجا که تقریبا در حدود 10 سال در بر گرفت تا این ساختمان شاهرهای سالنگ جور شد. بالاخره در سال 1343 این شاهراه افتتاح شد. این شاهراه از وقتی در اون زمان خود حتی میتونیم از جمله شاهکارهای وقتی بود، با این تونلی که بود، با این تونل طویلی که در جهان وقت بخش سرکسازی قدر پیشرفت نکرده بود در بخش شاهراه، یعنی شاهکارهای وقتی بود که در افغانستان جور شد. سالنگ ها شاهراهی که به برف بیش از حد، سردی و طوفان هایش معروف است. مسیر پر پیچ و خمی که در زمستان و فصل سرما هر دل را یاری سفر از آن نیست. اما هستند کسانی که شب و روز در هوای منفی 18 درجه سانتیگراد و گاه سردتر از آن به طور 24 ساعته در این شاهراه کار میکنند تا این شاهراه مسدود نگردد و مردم به سلامت از این وادی پرخطر بگذرند. اسم امام الله احمدی هستم، از سابقه دارای ریاست سالنگا. دلیور اورال برفاک، وظیفه 24 سال. تا یک موتر در این مسیر باشه باید ما او را متوجه باشیم که از سایه مسئولیت ما عبور کنه به طرف پروان یا طرف بغلان. روز برای 3 ساعت 4 ساعت 10 ساعت برفاکی، بعد از برفاکی پلان ما یه سر ریک باشی ریک نمک دینیم این سرکا میزنیم. و اولین سالی که ما در سالنگ به احسان خدا شکر تا فعلا کدام تلفات نداریم این سال پیش روز دیگه برفکوی چند دیوالای ما را زده، خود ما 4 دفعه زده ولی خدا نگاه کرده، چون خدمت در مردم است خداوند خودش نگهدار است. یعنی مردم که میبینی کلش ماشین کار است، بعضش ریک پاس میزه، بعضش ترافیکی میکنه، بعضش یک رانمایی میکنه، بعضش
کمک میشه و این راه هم که ببینی راهی هست که چیزی که مخلوق زمینی راه عبور و مرور میکنه. در جوریان گزمه هستیم، همیجا آمدیم یک موتر بیتیادی که در نزدیک است که برای زیر تدر این تقریبا ساعت هم 11:30 شب است. دریور خواب میبرده و چی دیگه کنم دل دیگه آمدیم که میره نجات بدیم بکشیم بشه. فعلاً در مشکل اساسی که در شهرهای سالنگ به این حالت آورد حالتی است که موترهایی که با اوتوناژ که او وقت بود تقریبا موتر اعظمی از او 8 تن یا 10 تن مال انتقال میداد. فعلاً موترهایی که خارج از نور می که همین موترهای تریلری که امروز شما شاید سنیش بودیم که با صدها تن ارادی عزیز تیر میشه یا بلندتر از نور می است که تا نور می جادی که در هیچ دنیا نیست تا 80 تن حتی تا 120 تن این موترها عمل میکنن. یکی از علت تخریب شهرهای سالنگ هم در این اواخر نیم موترهای تناژ بلند بوده که اکسلوده که میگنش از نگاه تکنیکی برای یک اکسل است این به می شکل حرکت میکنه که باعث تخریب شهرها میشه. تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متر از سطح دریا و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد. طول این تونل 2.7 کیلومتر می باشد. این تونل فاصله بین شمال و جنوب افغانستان را 110 کیلومتر کوتاه‌تر کرده است. شاهراه سالنگ برای باشنده هایش و تیم های کاریش خاطرات زیادی را به جا مانده است. 17 سال شد کار میکنم در سالنگا. یک برف کوچ آمد از سر تونل از دریا گذشت. اگر دروازه آشپزخانه واس میبود آشپز نانبا میکشید. با چشم دیدیم دیگه بس برف کوچ آمد یک تن دیوال ما را برد زخمی شد. دیگه برف کوچ آمد یک موتر کابا را برد یک 60 متر مسافه داشت در پول تونکل لیش کرد. دیگه زخمی دادیم شهید دادیم 24 سال این سالنگا دیمی توفان برف کوچ ها هستیم. یک نفر بود که بیادر گل از عزیفه از نیمروز قندار آمده بود، خانهش سمنگان بود، در سمنگان میرفت. این مردکه بیادر گل را گم کرده بود، موتر ماسیویچ بود، بالای تانگ تل دوشاخ به فرق زده بود در زیر. دو نفر بودن، یکیش کشیدم زخمی شو منیار بود. یک دیگه از یه مشتانش به زیر موتر در آمده بود، هرچی که تلاش کردیم که ما بکشیم، جنازی از این جنازی از این نشد. یکی از باشندهای سالنگ ما هستم، سند من در 65 هست. 30 سال پیش همی رقم برف ها را میزد. بعد از 30 سال دیگه هیچی رقم برف نداشت که این سال زدهش. دیگه اینمیش یک غلپایکر روسا را از خویاج دست شوروی. اینمیش یک برکوچ از این نقطه که گرفت. ما خودم همیش آمدم به دست خود در بالای سرشان که خودم نجات دادم. دیگه این تو برکوچ ها. اینمین سال هم همون تو برف های قوی قوی آمدم. مهمان نوازی و خونگرمی مردم سالنگ که همیشه برای مسافران خسته از سفر یار و یاور بودند، فاصله ها را کم کرده است. هم فاصله شمال و جنوب را نزدیک کرده است و هم فاصله قلب های مردم این سرزمین را.